سال گذشته من اطلاع دارید تایمز لندن نوشته بود که سازمان امنیت ایران 5 میلیون نفر عضو بر بین مردم داره. نظرتون در این باره چی هست؟ روزنامه تایمز لندن این رقم رو نوشته بود، من به خاطر دارم که سازمان امنیت 5 میلیون نفر عضو داره یا همکار یا مأمور داره. بنده تصور نمی‌کنم که سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای بزرگ مثل آمریکا و شوروی هم البته با در نظر گرفتن جمعیتشون که چندین برابر ایران هست چنین تعداد مأموری رو در اختیار داشته باشن. البته این رقم برای بنده هم تعجب آور بود. شاید نویسنده این مقاله، البته بنده جزئیات این مقاله یادم نیست، شاید قصدشون این بوده است که مثلا بگن که در ایران مثلا 5 میلیون نفر از سازمان امنیت حمایت می‌کنه یا یه همچین مفهومی رو شاید خواستن برسونن. بعد این ترتیب در اومده که 5 میلیون نفر مأمور داره. این رقم نه تنها صحیح نیست بلکه یک رقم تعجب آور و مسخره‌ای هستش. بنده تا اونجایی که مقررات دستگاه اجازه میده ممکن است در این باره توضیح خدمت عرض کنم. به طور کلی ما دو نوع پرسنل و یا مأمور در اختیار داریم. یک دسته کارمندان رسمی دستگاه هستن، کارمندان رسمی سازمان امنیت هستن که اینها مثل سایر کارمندان دولت و بازنشستگی می‌پردازن، رتبه می‌گیرن، مشاغلی می‌گیرن، گاهی موقع مشاغلی می‌گیرن که سر و کار داره با مردم، مثلا در یک شهرستان رئیس سازمان امنیت میشن یا کارهایی دارن، ارتباط دارن، کم بیش ممکن است گاهی موقع اینها شناخته بشن. اینها کارمندان رسمی هستن، مثل کارمندان وزارت خارجه، مثل کارمندان وزارت کشور، مثل کارمندان شهربانی و اینها. دسته دیگه که تعدادشون بیشتر هم باید باشه، اینها مامورین ما هستن که اینها در استخدام رسمی ما نیستن. ممکنه بعضیاشون کارمند دولت باشن، مثلا در فلان وزارتخونه بعضیاشون، ولی مامور رسمی استخدام رسمی ما این افراد نیستن. بایستی خب خانه خواب ما خبر داشته باشیم اینها رو در طبقات مختلف مردم هستن، در بین اصلا سازمان‌های دولتی، کارگران، کشاورزان، اصناف، احزاب، مطبوعات که مربوط خود آقای ممکن است باشه، دانشجویان، استادان دانشگاه و از این قبیل جوامع و جمعیت‌ها. وظیفه اصلیشون که وظیفه اختصاصی سازمان اطلاعات و امنیت کشوری که طبق توجیهی که به سلام میشن عمل میکنن، اینها رو برخلاف اون دسته اول که خدمتتون عرض کردم که ممکن است گاهی موقع شناخته بشن، نباید شناخته بشن و اگر هم شناخته بشن ما به خدمتتون خاتمه میدیم. به صورت در این زمینه این سوالی رو که فرمودید بنده نمیدونم جواب دادم یا نه، قانع کننده بود یا نه. برسه اگه شما رقم و عدد میخوایید بنده نه متاسفانه میدونم دقیقا و نه اگر بدونم عرض میکنم خدمتتون.